گزارش این موقعیت بازیکنان زوبان اصفهان هم برای شما معرفی خواهم کرد. صادقی در درون دروازه، حالا ارسال به روی دروازه، موقعیت برای تیم گسترش و توی دروازه، یا شروع توپانی برای تیم گسترش. اعتراض دارم بازیکنان زوب آهن، اینجا بود که ارسالی روی دروازه انجام شد و جابر انصاری دروازه رو باز کرد. گسترش یک زوب شرکت کنن. اجازه بدید این فرصت رو با هم ببینیم. موقعیت برای بازیکنان زوب آهن، حسن زاده خودش حرکت میکنه و اعلام پنالتی، اعلام پنالتی برای تیم زوب آهن اصفهان. کاردار باید کارشناسان داوری راجع به این صحنه نظر بدن، ولی خب درگیری شاید بگیم در اون حدی نبود که اعلام پنالتی بشه، اما خب داور اعتقادش پنالتی بود. پشت توپ ایستاده، باید این ضربه رو بزنه. صحنه حساسی است، تقابل لوپز و رجب زاده و گل، گل برای تیم زوبان اصفهان. گل طرف گسترش فولاد تموم شده. این هم صحنه پنالتی بود که با هم دیدیم. بازی دومشه. رجب زاده، حتی دیفر، دوباره خود رجب زاده، حالا یه پاس خوب برای حسن زاده. حرکت حسن زاده از سمت چپ، اون طرف دهنوی داره اضافه میشه، خود حسن زاده یک ضربه و توی دروازه. چه گلی زد حسن زاده، گل دوم مرتضی اسدی. خب اینم صحنه گل زوبا هم بود که ضربه حسن زاده به دور از دستان لوپز در کنج اسدی. خب ببینیم، خب بله داور اعلام گل میکنه در این صحنه. گل سیاسته رو خواهیم دید. خب اینجا بود که توپ اومد، یه لحظه داخل محوطه جریمه شلوغ شد و اصلا معلوم نیست اونجا چه اتفاقی داره میفته. بالاخره داور گل رو اعلام کرد. حالا زوب آهن رو باز کرد، جابر انصاری میفرسته روی دروازه، موقعیت برای گسترش و توی دروازه، گل برای تیم گسترش فولاد. در چه ثانیه ای، چه کش، این ارسالی بود که انجام دادن و مهداد بایرامی با ضربه سر کار رو تموم کرد.